مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، البته فرد خیلی مشهوری که الان زنده هست آقای پروفسور لوکاس هست که من افتخار داشتم یک سالی در سال 2016 بود که من خدمت آقای پروفسور لوکاس رسیدم در دانشگاه شیکاگو و چند ساعتی با هم دیگه در مورد مدل هایی که ساخته بودم بحث و گفتگویی داشتیم. شاید آقای لوکاس در مکتب نوکلاسیک فرد اول باشه مسائل تحت عنوان انتظارات عقلایی یا rational expectation مهمترین ها هست در مکتب نئوکلاسیک. اما کتاب تکستبوک آقای منکیو، دقیقا فرمید منکیو نیست، من دیدم یک استاد ایرانی بود این رو گروگری منکیو میخوند. این آقا اسمشون آقای پروفسور منکیو هست. آقای پروفسور منکیو استاد برجسته دانشگاه هاروارد هستند، استاد بی نظیر دانشگاه هاروارد هستند که فکر میکنم 2 سال یا 3 سال بعد از اینکه تنیور خودشون رو آغاز کردن، تدریس خودشون رو در دانشگاه آکسفورد آغاز کردن، ناگهان به عنوان فول پروفسور دانشگاه هاروارد شناخته شدن. ما کتاب آقای منکیو 3 تا کتاب مشهور اقتصاد رو در سطح مقدماتی و میانه آقای منکیو نوشتند. یکی کتاب Principles of Economics هست که کتاب ابتدایی برای ورود به علم اقتصاد هست. یک کتاب Principles of Macroeconomics دارند که برای بیشتر دانشجویان undergrad هست که من در گروه این کتاب رو آخرین ورژن سال 2019 رو خدمت شما ارائه دادم. و دیگری کتابی هست که تحت عنوان Macroeconomics هست. این کتاب خود من در دانشگاه استرالیا وولنگونگ که تدریس می کردم، سال اولی که من وارد دانشگاه وولنگونگ شدم، یکی از دروسی که تدریس کردم، تقریبا اکثر درسایی که تدریس کردم درسای بانکداری بود، اما یکی از دروسی که تدریس کردم درس اقتصاد کلان بود یا تحلیل اقتصادی کسب و کارها. عنوان درس تحلیل اقتصادی کسب و کارها بود، ولی مشخصا کتاب اکنامیکس، ببخشید کتاب مکرو اکنامیکس آقای منکیو رو بنده اونجا ارائه دادم که این کتاب مرجع MBA در دانشگاه های اول دنیا هست. همین کتاب در واقع ما انشالله وقتی که این دوره رو تموم کنیم، شما حداقل 1 درس از 10 درس دوره های MBA رو در سطح دانشگاه اول دنیا انشالله گذرانده اید. و دقت بفرمایید که اگر شما بخواید تشریف ببرید در دانشگاه برتر دنیا MBA دریافت کنید، احتمالاً یک چیزی حدود $100,000، یعنی دقت بفرمایید $100,000، یعنی یک چیزی حدود 2.5 میلیارد تومان شما باید شهریه پرداخت کنید. شهریه و هزینه های جانبی که داره رو باید پرداخت کنید. یعنی هر درسی رو یه چیز حدود 250 میلیون تومان برای شما هزینه خواهد داشت. ما بالاخره تا اونجایی که توانستیم سعی کردیم که این دوره رو واقعا در مقابل 250 میلیون تومان، این دوره تقریبا میتونیم بگیم که بسیار بسیار ارزان هست و تا اونجایی هم که تونستیم تخفیف دادیم دیگه. دوستان امیدوارم که راضی بوده باشند. ما سعی میکنیم در سطح دانشگاه‌های رده اول دنیا انشالله درس اقتصاد کلان رو در سطح MBA. حالا منظور از MBA چی هست؟ ما بنا نداریم بیایم به شما تئوری در اینجا ارائه بدهیم. ما بنا داریم بیایم اقتصاد کاربردی خدمت شما ارائه بدیم. یعنی اقتصادی به شما ارائه بدهیم که پس فردا وقتی که در بازار سهام قرار دارید، تحلیل درستی از شرایط اقتصادی داشته باشید. یا اگر که فلان مسئول اقتصادی میان صحبت‌هایی می‌کنن، ما بنامون این هست که شما بتوانید قدرت تحلیلی بالایی انشالله پیدا بکنید و بتوانید بهتر کندوکاو کنید، بهتر متوجه بشوید که وضعیت اقتصاد، شرایط اقتصاد به کدام سمت پیش می‌رود. دوستان قبل از اینکه من آغاز کنم، که خیلی هم سریع سعی میکنم که آغاز کنم چون مطالبی که قرار خدمت شما عرض کنم شاید چند صد عنوان دارد، من چند صد عنوان رو انشالله میخوام خدمت شما ارائه بدهم.